بسم الله الرحمن الرحيم. با تعقیب درس گذشته امروز باز ما شما در برنامه کویک بوکس دمینوی کستومر کار میکنیم. اگر باید تنباش وقتی که ما کریت کریدت میمو میکدیم فقط یک کماندش خواندیم، سی اپشن بر ما میداد که کریدت میمو را میخوایی می بیلنس زیرا سر اینوایس اپلای میکنی سعیست که از مستقیم از اینوایس کم شود. دیگه یک کماند میداد برای ما که ایره میخوایی به حیث اویلیبل کریدت پیش خود نگاه میکنی در این را استفاده میکنی و دیگه یک کماند میداد که برای ما که میخوایی که برای از او ریفاند کنی در پیسه میدی چه رقم است. ما یک چه خواندیم و یه بود که ما اویلیبل کریدت چه قسم پیش خود نگاه میکنیم او را قبض زندگیشن نخواندیم. خب حالی میم سر از او گپ میزنیم. آمدم سر ای کستومرز کلیک کردم تا کستومر سنتر برای ما باز شوه. ای مشتری ما کس پامیر افغان نام داره، قد از یاد ترانزکشن نداره در هیستری. ای فرض مثال از پیش ما یک دنه استیمیت گرفت، کریت استیمیت. استیمیت چی را گرفت؟ در آیتم آمدم گفتیم که بیدار از پیش ما استیمیتی کویک بوکس دستاب ترننگ گرفت از پیش ما، یعنی ایره نمیگم از پیش ما کورای 7 سی پیو را گرفت. از چند دانه؟ از یک دانه. ما ایره استیمیت دادم از کابل مین برانچ سعیستم و بعد از او فقط سیو این کلوز را کلیک کردم. سیو این کلوز. خب بعد از او پیش ازی که ما انوایس جور کنم میایم در انوینتری میبینیم که کورای 7 سی پیو را داریم، ما شما اینا داریم افتا نه داریم، مشکل نداره. آمدم در کجا در باز در منوی کستومرز در اینجا که آمدم کریت انوایس گفتم. کریت انوایس را کی جور میکنی؟ پامیر افغان به اساس کدام استیمیت است؟ یعنی مستقیم اینوایس جور میکنی، میگم به اساس اینمی استیمیت است. اوکی کلیک کردم. خب 100% از اون استیمیت را میخوایی جور کنی؟ خب پروگرس اینوایس ایسی را ما شما گفته بودیم نه؟ میگم بله 100% از اون پروگرس اینوایس. یا بیخی ای را کنسل میکنم، میگم ما برای زمی محمد پامیر افغان کس یک دانه چی جور میکنم؟ انوایس جور میکنم به اساس استیمیت، بیخی جور نمیکنم به خاطر از اینکه در استیمیت از پیش ما یک قلم جنس خواسته بود. اینجا که آمد انوایس ای از پیش ما سه قلم جنس گرفت یا ده قلم جنس گرفت، یعنی متفاوت بود چیزی که در استیمیت بود به اون شکل نبود. آمدم در اینجا گفتم که بیادر انتل سی پیو را برم گفت و به مو شکل دیگه چی شد؟ دل ماوس مانیتور خوب خاطر زیاد فروختیم. دل ماوس دادن از یه اسپیشم گرفت، دادن خونه دارم 5 دانه میگم و دادن سعیست 5 دانه از یه فکر کنم داریم دادن نه یا نداریم. دل ماوس هستا دادن داریم، ایره میگم دادن اسپیشم چی کرد سعیست اسپیشم گرفت. مکمل قیمتش 22500 افغانی شد. این دیگه گبایش هم میمانیم سیو این کلاس گفتیم. خب کلاس اساین نکری چی شد؟ کلاس سایت بباشیم. این کابل مین برانچ انتخاب کردیم، یس گفتم، سیو این کلاس گفتم، اگنور آل. 22000 افغانی نفر قرض داریم. حالی وقتی که ما کردیت میمو میکنیم از این نفر پیسه نگرفتیم، صحیح است؟ جنس با قرض از پیشم برد. گفتم بیدر سبا پیسه را بیار. این سبا این نفر که آمد پیسه را آورد همراهش اما 5 دونه سی پیو رو پس مسترد کرد. گفت بیدر پیسی تا از ماوس بگی از سی پیو تا پس برد میتون بخاطر از اینکه مشکل داره، چیزی را که ما خواستم او نبر آمد یا ایده با مشتری که ما برده بودم او نگرفتی را پس برد آوردیم. گفتم صحیح است بیدر. آلی باید پیسه از کجا کم شود؟ از انوایس کم شود. بخاطر از اینکه
باز وقتی که ما ریسیف پیمنٹ میکنیم اگر از انوائس کم نشو باز مجبور است موجه اویلیبل کردیت سر از اپلای کنیم. آمدم در اینجا در کسٹومرز گفتم میدر ما کریڈٹ میمو یا ریفنڈ همی خواهم که ترانزیکشن شا ثبت کنم در اینجا. خب با کدام مشتری پامی روان از چی را سی پیو بود نه انتل کور i7 سی پیو را انتخاب کردم. چند دانه را کریڈٹ میمو ترانزیکشن شا ریکارد میکنی؟ 5 دانه میگم. خب 5 دانه حالی جا اگر متوجه باشین شما وقتی که ما این واس چور کردیم کم هم شده 2 دانه مانده نه 3 دانه است. خب این را پس باز در کدام سایت میخوای چی شود پس میخوای انتقال میدی برش بگم در کابل مین برانچ. بعد از او فقط چی کلیک میکنیم؟ سیو این کلوز. سیو این کلوز که کلیک کنیم باز اونو مسج میتونه برای ما اینور آل کلیک کن ای را پیش خود از اویلیبل کریدیت نگاه میکنی ریفاند میکنی پیسه میدی برش یعنی از یک انوایس کم میکنی پیسه را وقتی ما میدیم که ما گرفته باشیم پیسه آل خونه گرفتیم میگه میره سر انوایس تطبیق میکنیم که از اون انوایس چی شد؟ کم شد. اوکی کلیک کردم برای ما انوایس های زور برای ما نشان میده از اون مشتری میگه در پامیر افغان رفرنس نمبری نمیسته تو یک انوایس داری که از چقدر پسته؟ نمبر چند هسته؟ 15 هسته. اوریجنال اماوندش هم تقریبا چقدر است؟ 20,000 است. چی رقم است؟ 22,500 اینه میست اینجا نشه اوریجنال اماوند. این را فکر کنم که خواه اوریجنال اماوند را ریفند بلکل سیده او کریدیت میمو داده کریدیت میمو معلومات دیزه که دیده نمبر دونه دی او در رفرنس نمبر چی داده خب حالی برای ما میگه که اگر تو این اپلاید اماونت هم این مقدر است ای اما اماونت ریفاند است ایجا برای ما میگه اماونت اپلاید این مقدر است از 22,000 این مقدر کم میشه صحیح است این حال وقتی که ما دان کلک کنم شما ببینین چند میمانه 2500 باید دو جام برای میمانه دان کلک کنین 2500 چی شد؟ در اینجا سر ازو باقی من سر ازی مشتری ما ولی اگر ما بیاییم در کجا در کستومرز بیاییم در اینجا در ریسیف پیمنت بیاییم حالی ببینیم وقتی که ریسیف پیمنت میکنون 2500 برای ما نشان میتا صحیح است به شکل کیش ریسیف کردم سیو انتخاب میکنم گوزی خلاص شد دیگه اگر شما سر اینوایس اپلای کنین ام میشه کریدیت میمورا یا ریفاند و اگر شما بخواین که او را پیش خود نگاه کنین در آینده اگر چیز خریداری میکنین باز اکسچنج شما ریتین از اویلیبل کریدیت او را انتخاب میکنین دیگه ایش که هستن ما اگر ریفاند کنیم ریفاند به این معنی که عمل شما پیشتر دیدین چند چقدر پیسه دادیم برای ازی؟ 2,500 افغانی را و 2,500 افغانی را جنس ما پس مسترد کردیم او هم خراب برآمد پیسیش گرفتیم ای را مسترد میکنیم اول ببین که ما اینوینتری ما تغییرات آمد نامد بیشتر ما که او را پس چی کردیم نیم ایجا ببینیم چی میگه افتان از پیش ما پس زیاد شده چون یاد چی کرد پس برای ما مسترد کرد پیسه را نداد برای ما جنس پس آورد خب پیسه خوبی از مزیاد نشده کارن ریسیت ما زیاد نشد خو اینوینتری ما خو زیاد شد باید اون زیاد شد حالا فکر کنین که پیسی ازی جوان پس میدیم دو نیم هزار افغانی را از این ما گرفتیم میریم در کدام اکاونت ما پیسه داریم در شرف اکاونتس بیاین پیسه در این میج داریم کش اکاونت پیش فرهاد 21,240 روپه هستن از امیج ما میگم که پیسه را برای چی میکنم میدم آمدم گفتم بیادر این نفر باز آمد زنگ زد که بیادر خودش آمد که بالا این جنس هم خراب بود بیادر خب خیر است بیاد مشکل نداره کدام جنس هم مسترد کرد پس ماوس برای ماوس بود آه ماوس بود چو شد ماوس اینش دل ماوس چند دانه گرفته بود دادانه دادانه بود دادانه نوشته که چقدر قیمتش میشه دونی مازه وقتی که مسترد میکنی وقتی که میفروشی اونمو سل پرایس برد نشان میتن
کاست نشان نمیده که تو بگی که بدر ما به این فروختیم پس میخرم به مقیمت که نه نه گپ نیست چیزی که فروختی او رو مقیمت پس چارج میشه سایت کریدیت میمو چند است شماره چند است 17 است تانوز ما 17 دانه کریدیت میمو کریم خب بعد از او سیو انکلوز میگم سایت انتخاب کردم سایت نکردم انتخاب قابل مین برانچ سیو انتخاب کردم این دفعه چی میگم برش میگم گیو ا ریفاند پیسه ایش میدیم خب اوکی کلک کن از کجا پیسه میدی صفحه دیگه آمد اول به شکل کیش پیسه میدی به شکل چک میدی چی میگم کش هستن از کدام جی از کیش اکاونت ما از فرهاد سایس چون مشتری ما چیست افغانیست کرنسیشه اتوماتیکلی اکاونت های افغانی رو نشان میده ببخشن دیجه یکیش هم دلاری نیست از دلاری کدام اکاونت نیست ایره که انتخاب کردن تاریخ هم انتخاب میکنه از کدام تاریخ تو ریفند میکنی میگم تاریخ امروز است صحیح است و ده اینجا برای ما نشانه میده که فعلا در این اکاونت چقدر پیسه است کلاس چیز مشخص میکنه نه میگم که کیش ریفند تو کاستومر داش پامیر افغان دمیمو ایره نوشته کردیم بس خلاص ادرس چیزش به خاطر از این نمیه که ما در پامیر افغان ادرسش حرک نکنیم اگر ادرسش باشه چه خودش میاد فقط بعد از اوکی کلیک کنین اوکی کلیک کنین بیاین در کدام جایی در لست بیاین اول اینوینتری تا ببین اینوینتری بیاد فیزیکل اینوینتری با شیت اینوینتری ما باید پس چند دانه شده باشه ماوس ده دانه شده و حالی اگر بیاییم در مینوی لست بیاییم در چارت اف اکاونتس در اینجا بیاییم از کیش اکاونت ما چقدر پول کم شده 2500 کم شده نشده یعنی کیش ریفند ما گفتیم سر انوایس چه قسم او را اپلای میکنی که از انوایس پول کم شده او پیش خود از ریتین اویلیبل کریدیت نگاه میکنی ایرم گفتیم سوال کنشت سوال کنشت وای استاد ارساس کلی چه مونگا پیسی دارید کستومر دانکو لگی سیف پیمنت صحیح نو دا پیسی ان دیپوزیتد فند بلکل جی بیا دی ان دیپوزیتد فند نمو ڈسٹریبیوٹ کو یا بینک یا کیش تا دا ولی مونگا دی ان دیپوزیتد فند پیسی ورنگ لگا گورا ان دیپوزیتد فند خود سیدی چی دخل کی گڑی وڑی پیسی پرتی دی مطلب دی واغستو تو سر ڈیپوزیت کردی نی دیتا دا غی حساب کتاب پاتے دی پا دی خاطر بانی تو باید دا اغا کمتو نشی یا کیش اکاونت پسی اغم چی دی اغا کمتا نا جوڑ کرد اغا کمپیوٹر خپل جوڑی بگی پوش بگی اند تنا تو دا بینک اکاونت نا تو پیسی برکا ولیش مطلب دی واغستو که اغا بینک اکاونت سی که اغا پی ڈی کیش سی که اغا کیش آن ہینڈو سی فرق نکی خود ان ڈیپوزیٹ نو پیسی نشور کرد که اغا تو سر ڈیپوزیٹ شی ون دی گاڑی وڑی دی غیر منظم پیسی دی و یو سو گریشی چی والا کماتے سو روپے رکھ والا کا تصور کچھ مونگی حساب کتاب نہ رکھڑا تو اچھ مات پیسی رکھا دا حساب کتاب مونگا ہو کخ پرمنس کی دا پیسی رکھا مونگا ہے وہاں استلال لڑو کھنا لڑو بزنس کے دل تم دا کسی حساب دے مطلب دیزم آواغ استو نو ان ڈیپوزیٹ فن نا پیسی تا سو نشی ورکا والے ما خپل ام ندی چکلی خو نشی ورکا والے اغزی نکا تز اس کچیر تا سو غاڑی چاگا پیسی گوار مونگ سر ڈیل پیسی ان ڈیپوزیٹ کی جمع شیوی دی لیکن سوال پیدا کی چی دا سو وقت مونگا ڈیپوزیٹ کو دلته راشي ایجا بیاین اگر پیسې تر کې تو بخوای کې پاس ډیپوزیټ کې پیسې کې د ان ډیپوزیټ اکاونټ جام شته د بیلنس شیټ بیا د انځ کې عمل تقریبا 183500 افغانۍ په شمه د ان ډیپوزیټ فند چیز جام استه هیر میګم چې مې کوم ډیپوزیټ مې کوم یک 83000 افغانۍ شه 83500 شه د ایجا روان میکنم د انځ و دګي شه روان میکنم د ای ای بی بانک اما د کجا د مینوی بانکینګ میک ڈپازٹ مستقیم عزیز امید نے کری ڈپازٹ کرنی خو مری ماں میں گئی نہ پیسہ پیشت مان دا تو ڈپازٹ نہ کری کھاشا گرفتی نہ خدا خو گاڑی وڑی پیسی دی اور داخل کی پرتی دی سات تو سا کلیئر کر نہ دے کنا کھے شکل خو معلوم دار خبر دے سات معلوم دے صحیح دا تے اور دے دے حساب کلیئر کر وخلا دا میں ٹول سلیکٹ کریں کلے شا سلیکٹ کروں چھ خطا میں شیئر لکھو اشتا سے ایسا میگم یک چیزی شا کام میں کروں مثلا یہ دار ہم کام کریں ایر ہم کام کریں یہ یک ازور ہم کام کریں سوچار ہم کام کریں چند شد کی یک لکھ روپا شاو خو تقریبا 98000 اس نہیں بس 98000 و یک دیجے بینی 2500 دینجے استا خو ایرم چی کردیم خو ایر سی و یک هزار هستم
خو فرض مثال اینی اماونت ما چی میکنم ای را روان میکنم ای 129000 ترانزکشن ها متفاوت است خو یا کلش روان میکنم در کجا روان میکنم روان میکنم پیش کیشیر ما رئیس 183000 افغانی کل از این انتخاب کردم یه کلش که انتخاب کردم میگم کلش ما دیپوزیت میکنم 183500 افغانی شد اوکی گفتم تو اینجا ببین تایپش هم نشان میده ای برای ما پیمنت است ای پیمنت وقت میشه که ما انوایس به یک مشتری داده باشیم برز برای ما پیمنت میکنه یعنی با قرض باشه برز پیمنت کنه و اینی میبینه ریسپت است ریسپت یعنی کیش سیلز است سیلز آن کیش دستمیشه مشخص است کجا میره حالی میایه حالی فقط ایجا ترانزیشن ها رو انتخاب میکنیم در ایجا حتی تو میتونی که تایپی چی رو مشخص کنی که تنام کیش و چه که برای ما نشان بدی نه و دیگه از ایجا ایجا میتونی که تو برش مشخص کنی که چون کل افغانی است اگر دلاری باش دلاری رو نشان بدی برای ما صحیح است خود چون پیش ما فعلا کل چی است افغانی است اوکی کلک کردم اوکی کلک کردم کل ترانزیشن ها رو سلیک کردم ایجا که سلیک کردم برای ما میگه دیپوزیت تو در کجا میخوایی دیپوزیت شود صحیح است میخوای که مثلا دا ای ای بی بانک شوه پیش فرهاد روان میکنی دا پی تی کیش دا کدام زی میگم پیش افغان فرهاد کیشیر مکس بازی روان میکنه اینجا وزن هتره که چندین تا دیستم این چند مختلف خب میشه گفتم اوجا باید تو چی کنی ترانزیشن ها را کم انتخاب کنی مخکلش انتخاب کنم اینه کلیر کردم باز اصر ایره کلیر کردم اینه ایره کلوز کردم باز میام به اینجا دا مینوی بینکینگ آمدم گفتم میک دیپوزیت خود دیپوزیت میکنم فقط این چند تا ترانزکشن دیپوزیت میکنم دیگه اش نمیکنم 81000 شد این تقریبا ایره چند شد 112000 ایلم گم دور کردم از پیش ازو 134000 دیگر هم جمع کردم میگم 112000 افغانی رو من دیپوزیت میکنم دک ای یک جای دیپوزیت میکنم دیگه شب دیگه جای دیپوزیت میکنم اوکی کلیک کردم ایره میگم روان میکنم د کجا دا ای ای بی بانک روان میکنم 112000 افغانی صحیح شد بعد از او فقط سیو این کلوز میگم اکسچنج ریت وقت کار میکنه که اگر تو امی افغانی رو بخوای دی اگر کم دی دلاری انتقال بودی باز دو جس پیش پرسان میکنه که اکسچنج ریت چند است صحیح است کرنسی هم چون افغانی انتخاب شده است یک جمعی برای ما سیو این کلوز که کلیک کردیم حالی بیدی چقدر پیسه آمده دا اکامت های افغانی ما 112000 افغانی اگر بیایی در اینجا در کمپنی فاینانشل در بلنس شیت استاندارد بیایی در ان دیپوزیت فاند سر که پیسه کم شده 71000 افغانی همراه ما مانده 185500 بود چه قدر ما قسم چیزی بود ولی اگر ایدگاهش هم میخواستی وقتی که در بینکینگ بیایی در میک دیپوزیت اتوماتیکلی کویک بوکس خودش هم متباقی ترانزکشن ها رو نشان میده که قدر ترانزکشن مانده صحیح است میگم کلش سلیکت آل کو صحیح است چهار پیمنت است 71500 افغانی شده بعد از اوکی کلیک کردم نام مشتری کل چیزا رو برای ما نشون میده اوکی کلیک کردم گفتم میره ما دیپوزیت میکنم چی پیش کیشیر مفرح دمیمو دیپوزیت نوشته میکنم سیو اول دین جم چی شد پیسہ اومد چیزی سابقه بود این نام اومد حالا اگر در ریپورت به کمپنی فینانشل اکاونت بیخ گم بشه از ان دیپوزیت فاند به خاطر اینکه بالانس چی شد صفر صحیح است ای سفر شد و حالا اگر ما بیایم پس در میک دیپوزیت هیچ ترانزکشن وجود نداره اینه ببین هست نیست بیخ هیچ نیست به این شکل پیسه که گدوات باشه ورد تو دیپوزیت میکنی اگر به بینک روان میکنی اگر پیش کشیر تا میمانی کار خودتان است مسئله دیگه در کویک بوکس که پیش ما است در مینوی کستومرز مسئله دسکاونت است که ما هیچ گپ نزدیم گپ زدیم نزدیم گپ نزدیم ما اگر باید تن باشم وقتی که وندر جور میکردیم دا وندر دا وندر همی ام موضوع پیش ما بود که ما میره عدد میکنم وندر دا می خودی پیمنت سیتنگز اگر باید تن باشم پیمنت ترمز داشتیم نداشتیم خب اگر یک مشتری ما یک وندر ما واجد شرایط اینمی پیمنت ترمز شود دا اینجا خب ما گپ زده بودیم خود دا مشتری گپ نزدیم دا مشتری ما مقی جریان هستن اینی پامیر افغان رایت کلیک میکنم میم دا ایدید کستومر دا اینچه که آمدن دا پیمنت ترمز سیتنگز بیا اینا پیمنت ترمز داره به طور مثال ما با اینمی پامیر افغان یک پیمنت ترمز کردم که بیادر تو از پیش ما جنس که میخد دا 20 روز باید پول بطی
اگر دا یک روز پول دادی 5% بر ڈسکاؤنٹ میدیم ایر گاب صدا بودیم چه قسم جور میشه ایر برش انتخاب کردیم اوکی کلیک کردیم از ترانزیکشن های قبلی که از او کسیش خلاص است دیگه ای تو نمیشه که حالی تو پیمنت ترمز انتخاب کرد اتوماتیکلی او قبلا ترانزیکشن ها که از سر از اون تطبیق شد نه بعد از کدام ترانزیکشن ما ریکارد میکنیم این نمی ڈسکاؤنٹ در نظر میگیرم خب چی قسم پروسس میشن خب ببینیم آمدم باز با کستومر برای ازی چی میکنم میگم اینمی کستومر که از پیش ما چیزی را گرفت و جنس که گرفته بود خب پس کلش آورد برای من هم ماوز هم بود آورد هم سی پیو را آورد مستقر پیسیش گرفت از پیش بود آمدم در کریت انوایس نه استیمیت از پیش مگرفت نه سیل آردر که در مستقیم گفت اینمی را برای ما بودی انوایس از پیش مگرفت پیسیش روان میکنم برای خب با کی انوایس جور میکنیم با پامیر افغان انوایس جور میکنیم با اساس کدام اویلیبل استیمیت است نه میگم مصوب استیمیت چیز نیست خب چی را انوایس جور میکنی میگم انوایس جور میکنم از امی سی پیو جور میکنم از چند دانه از پنج دانه انوایس جور میکنم پنج دانه چقدر میشه 20,000 افغان میشه از کدام سایتی را برش انوایس جور میکنی از کابل مین سایت یا مین برانچ سیو این کلوز یا یک مسیج هم برش میمانم میشه thank you for your business سیو این کلوز گفتم اگنور آل اسپلینگ چک 20,000 افغانی چی شد؟ قرضداری ما شد خب آل وقتی که ما ریسیف پیمنت میکنم خب سی ببینیم ریسیف پیمنت میکنم در اینجا که ما بیایم در ریسیف پیمنت وقتی که بطور مثال امروز برای ما این نفر ریسیف پیمنت کرد این پیمنت برای ما داد از این ریسیف پیمنت کردم امی 20,000 افغانی در ما ریسیف کردم وقتی که این را کلک کنی صحیح است امی جوان هم و امیر افغان است نه؟ با شکل کیش میگم ریسیف پیمنت کردم در اینجا بیا تاریخ انتخاب کو تاریخ امروز است در اینجا مثل اول بل کریدیت ما کدام کماند خاص نداریم که ما بگیم که از میجی رو کلیک کنیم یا خودش برای ما بگه که بیادر در وندر که بود وقتی که نامش انتخاب میکرد اتوماتیکلی میامد که اینقدر واجد دیسکاونت شده واجد شرایط با دیسکاونت شده اینقدر اول بل کریدیت داره در کویک بوکس در بخش کسٹمر دی نیچه دم بالا یک کماند است اگه متوجه باشین دیسکاونت ان کریدیتس در اینجا است اگر تو میخواستی که ببینی که بیادر این نفر واجد شرایط دیسکاونت شده نشده یا اول بل کریدیتس دار نداره ده اینجا میده اینجا که آمدی برای ما میگه بله بیادر یک از افغانی واجد چی شده؟ شرایط دیسکاونت شده یعنی واجد شرایط با دیسکاونت است برساس اینمی ترمز که تو کردی قرضی پیسه را باید 20 روز بدی اگر در یک روز پیسه دادی 5% 5% 20,000 که از چقدر میشه؟ یک هزار افغانی میشه اینو ببینیم که یک هزار میشه نمیشه اینو شما خودتان ببینید 20,000 ضرب 5 تقسیمی 100 اون یک هزار افغانی شده صحیح است خودش برای ما میگه اول بل کریدیتس چیز داره نه نداره چیز نیست صحیح است اینجا کرنت اویلیبل کریدیتس نشان میده و دیج پریویسلی اپلاید کریدیتس نشان میده برای ما میگم نه میام دیسکاونت دیج برای ما میگه کسٹمر که است پامیر افغان است صحیح است دینمی تاریخ که است این 20,000 از پیش چی که در خریداری که در اوریجنال امان به تاریخ 6 مای سی اون امان دو که است 20,000 بود دسکاونت که است 1,000 است کریڈ صفر داره بیلنس دو که است چه خدر میشه 19,000 یعنی 1,000 که ازی کم شد 19,000 بود بالای تو بیلنس میمونه بیلنس ازی مثبت است خب دیجی که الان مشتری مو ته رسید راکی کن در رسید نمبر مونگا چیت رسید چیت رسید رکی؟ دو تا چکلا مونگا پیسی ورکو یا نا مونگا مشتری نو پیسی اخلو دا مونگا فروشات لرو مونگا فروشات لرو او 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 مونگا یو رسید یا رسید ورکو مشتری کن خب مونگا فردالتا ہے رفرنس نمبر کی بولے گا نمبر یو لیکن نیچ مشکل نشتا دی سیدا بل پیسے چکل ریسیو کیا یو چھے چور کیا کنا چھے ان کول شام اپنا انوائس نمبر دل تو لگی اس مشکل نشتا دے سیدا نو دل تو سو گورا اماؤنٹ ڈسکاؤنٹ سمرا دے 1000 روپے ما گفتہ بودی وقت کی ما با وینڈر خود ڈسکاؤنٹ میتیں بیت دا چارٹ اف اکاؤنٹ یا اکاؤنٹ اشتر باش بنا میشی وقت کی کٹیگرائی وقت کی بمشت وینڈر بری ما یک سر کو یک وینڈر بری ما ڈسکاؤنٹ میتا یک ما با کسٹمر خود ڈسکاؤنٹ میتا وقتی کی وینڈر بری ما ڈسکاؤنٹ میتا او بنا بنا می ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ یاد میشا
گفته بودیم یعنی وقتی که ما مشتری خود دسکاونت میدیم دسکاونت الاونست صحیح است نه؟ در اینجا باید ما شما بنام دسکاونت الاونت الاؤد یک اکاونت داشته باشیم است یعنی است دسکاونت الاؤد اگر نبود اصلا چیو جور صحیح است تایپش چیست نه؟ انکام است اینجا آمدم او رو انتخاب کردیم ببخشیم دسکاونت الاؤد با مشتری دسکاونت کلاس انتخاب نمی کنم بعد از دن انتخاب میکنیم دن که انتخاب کردی اینجا هم برای ما میگه اوریجنال اماونت اینا قدر بود دسکاونت دیت اینا میشتن اماونت دو اینا قدر است دسکاونت اینا قدر پیمنت باید چه قدر بکنه بعد از او سیو این کلوز میکنیم سیو این کلوز که کلک کردیم بلنس از این نفر چی شد 20,000 بود چه قدر پیمنت کرده برای ما 19,000 صحیح شد اینجا سر که انوای سسپیشن بورده بود از 20,000 پیمنت کرده از 19,000 سر که اگر تو اینجا انوایس نمبر رو اینجا نوشته میکرد بسیار خوب میشد دمو چی رفرنس ایدت میم آج دا نوشته میکرم که اگر نفر هده قلب فهم که اینمی چی هست که ای انوی نمبر از کدام انوایس است 19 بس سیو این کلوز یس میگم حالا ببینی اگر نفر میفهم که اینی پیمنت کی شد از انوایس اجدا بود من 19 نوشته کردم بس ایره ایدت کردم گفتم یه چند است اجدا است سیوین همیشه کوشش کنیم در رفرنس و در میمو یک نوشته کنیم این حالی تو میفهم که بدر یعنی پیمنت کی شده از امی انوایس شده و حتی میتونی که دسکاونت هم ذکر کنی که چرا 19,000 گرفتیم ما چند بود 20,000 بود چرا 19,000 گرفتیم بیاد ایدت در ایدت که اومدی در اینجا نوشته کن داش داش 5% discount بس خلاص سیوین کلوز یس به این شکل که یک کس بفهمه که چی مانا میده یه پوشی بخبر مانده نو دسکانت شما به این شکل در برنامه کویک بوکس چی میکنین؟ پروسس میکنین مسئله دیگه که در کستومر است دیگه چی مانده است پیش مانده مسئله اساسی شد خب ایره نمیگیم کمانده شد دیگه کدام خب دسکاونت گپ زدیم ادوانس گپ زدیم صحیح است کیش ریف کریڈٹ میمو گپ زدیم که کیش باش چه قسم ما پول میتیم برش اگر جنس بیاره برای ما چه قسم اگر سر انوایس اپلایم خب گپ خلاص شد میم دا استیتمنت بعضی اوقات مثلا این مشتری است این مشتری چقدر ترانزکشن وجود داره زیاد ترانزکشن است میگه بیادر تیگ لطف کم و راپور ما را برای ما پرینک کم استیتمنت برای ما پرینک که ما از امروز اول تا میاد یا از امیمای جنوری چقدر جنس گرفتیم چقدر پیمنت کردیم چقدر ما باقی من باقی هستم از پیشن برای از این ما چه میکنم میم در مینوی کستومرز در اینجا که آمدیم استیتمنت بسیار مهم است اینجا کماند است امرای ما بنامی کریت استیتمنت خب در کریت استیتمنت آمدیم ایره خود تاریخ امروز برات نشان میده که تو هم تاریخ که استیتمنت پرینت میکنی یا جور میکنی ایره انتخاب کردم تاریخ شش هستن استیتمنت جور میکنی از کدام تاریخ تا کدام تاریخ میخوایی میگم بیادر آل خود فبروری است فبروری کار نداریم از امی جن مارچ از تاریخ اول نبود میگم از تاریخ فبروری ده از امی جبری ما استیتمنت جور کتا تاریخ امروزی دن ایتر هم میتونی اگر میگی که نه all open transaction برای ما statement داشته نشان بده میگم نه ای صحیح است که دهی کلی چیز آر transaction include میشه خب statement که جور میکنی با یک فردی با یک مشتری انفرادی جور میکنی چندین مشتری اگر با کلیش all customer multiple customer چندین دانه customer مثلا خودت انتخاب میکنی در چوز میای گل غوطه مثلا فلانه فلانه هر کدامش که باشه او انتخاب میکنی میگم نه مثلا all customer وان کستومر رو مشخص کرده میتونی با اساس تایپ مثلا اکسترنال انترنال مشتری ما میگم نه آل کستومر باشه و خاطر ازی که حساب ما اگزر پاک شد وان کستومر انتخاب کردم در اینجا آمدم محمد اسلام گرفتم اگر می خواستم این مشتری تو ببینی ویو سلیکتد کستومر کلک کو نامش چیست محمد اسلام است در این طرف بعضی اپشن های دیگه است که استیتمنت که ما بر پرنت میکنم نارمال که است اینمی تمپلیت است که با استیتمنت خود اینتیو جور کنه اگر تو دایی باز کستومایزیشن میکردی که دا اینوان شکل لوگو میاری
این طرف نام کمپانی تا بولد میکنی، این طرف نام مشتری بیه. بازور میشه که کاستومایز کنی خودت، مشکل نداره کاستومایز کی بیه، کاستومایز کرده میتونی. کاستومایزیشن شب بعدن گپ میزنی. چه قسم ما انوایس با کمپانی خود با دیزاین خود مجبور کنی، او رو گپ میزنی. دیگه اگر تو میخوای دامی استیتمنت اکسترا معلومات دیگر هم برات پرینت کنم مثلا اینجا نوشته که پرینت دو دیت آن دی ترانزکشن، پرینت استیتمنت بای بیلینگ ادرس از هر کدامش ادرس میاد، شو انوایس آیتم، آیتم ها رو نشون میده. به مشکل اگر میگی او نمو مشتری که بالانس زیرو است پورا برای ما نشان نده، اگر مالتیپل کاستمر انتخاب کرده باشی یا اون ترانزکشن های که استیتمنت چی بالانس از صفر سوری نشان نده، یا بالانسش که از کمتر از 100 افغانی باشه رو نشان نده. یک نفر گفت که رئیس گفت بیادر اون مشتری را که بلنسش از 10,000 بالا سوره برای ما پرایم که سرکمنت شو بیاد، ما ببینیم کی کی هسته، هم را اشتباط بگی که پیسه را بیاد. صحیح؟ باید صاحب باز شما این را چی میکنه انتخاب میکنه؟ یا را دور کردیم میگم که نه، فقط چکو برای ما به اساس زمی که هست سرکمنت اینمی مشتری را کلش پرایم که برای ما. صحیح؟ اینو آیتم دیتایل شم نشان بده برای ما. اگر میخواستی یک دفعه ببینی هی را کلک کن، اینجا برای ما نشان میده. اینجا برای ما میگم که بیدر ای از این تاریخ چند شروع کرده بودیم؟ نو بود در نمیفهم از اینجا برای ما ده بود؟ خب اینجا نو آمده میبینیم مای دوم. خب دیجا کل ای از سه پنج ترانزکشن برای ما خوب بلنس چیش هستن؟ یک دقیقه سب از کدام تاریخ گرفتیم؟ از تاریخ ده گرفتیم. خب ای رو پریویو نشان بدی. اینجا برای ما میگه که از این تاریخ در مای دوم تاریخی نو ای بالانس فارورد شده صفر بود. اوپنینگ بالانس او صفر است. دیگه از مای سیوم گرفته میبینی؟ از مای سیوم دیگه کار ما شروع شده. کویک بوکس دی استاپ ترنینگ شده، باس کویک بوکس دی استاپ ترنینگ شده. ایج سر کو برای ما میگه که ایج باس پیمنت شده، پیمنت چقدر کردم؟ 20,000 افغانی. صحیح است؟ 20 80,000 که 20,000 بر بالانس چقدر میمونه؟ 10,000 افغانی. باشه 10,000 افغانی میمونه. باز که هستا کویک بوکس استاپ ترنینگ شده از چقدر؟ تقریبا 24,000 افغانی. صحیح است؟ 24,000 10,000 جمع شد چقدر میشه بلنسش؟ 34. به اون شکل کلش نشان میده برای ما. بیا در پایین بیا اینجا برای ما نشان میده که فعلا که هستا این نفر چقدر بلنس دار؟ بلنس ازی فکر کنم صفر است. میبینی چه؟ هیچ قرضدار ما نیستن. به خاطر از اینکه آخرین دفعه که است یکی از 34,000 بلنس داشت، او را باز برای ما پیمنت کردن. پیمنت کردن بیلنس از صفر است. این باز فقط یک پرینت کو به مشتری بده بگو بیادر این همی استیتمنت در سک کلام شک داری کلام جای سوال داری به که ما تو حساب کتاب خدا بکنیم. خب بعضی اوقاتی تو میشه اینجا پرینت کدام میتونی را ایمیل کدام میتونی سایس اگر تو بخیر ایمیل کنی اسس فایننس چارجز چیکار میکنی او را کپ میزنی. حالی اگر تو میخوای که به مشتری استیتمنت پرینت کری سر از او میخوای که استیتمنت چارجز اپلای کنی. بعضی وقت مشتری را کس پیسی شنا میگه یک ورق کس مفت میده. اگر بازم خواست که چند روپس را ازی چارج کنی سل کو ایجا پیش مای کماند است انتر استیتمنت چارجز. از این طریق ما میتونیم سر مشتری خود چارجز اپلای کنیم. ایره کلک کن، ایره کلک کن، این کماند بر پیش ما باد. خب نمبر برش میدی استیتمنت چارجز نمبر چند است از ما؟ نمبر وان است. آیتم چی انتخاب میکن؟ آیتم فعلا وجود نداره. باید ما شما یک سرویس آیتم جور کنیم. چی جور کنیم؟ سرویس آیتم به نام استیتمنت چارجز. در نیو بیان در نیو که آمدی سرویس خودش انتخاب شده گیست. این انتخاب اینجا به چی نام برچ میتونی میگم؟ استیتمنت چارجز. خب یونیت آف میزرمنتش ایچ انتخاب میکنم میگم ایچ است. هر دفعه که ما به مشتری استیتمنت چی میکنیم؟ در مقابل از پیسه میگیریم. صحیح شد؟ خود چقدر پیسه میگیرم؟ میگم در مقابل از 500 افغانی میگیرم. هم کرنسی ما افغانی است، 500 افغانی. وقتی که از مشتری است پیسه میگیریم به مقابل استیتمنت چارجز، برای ما اینکم است یا نیست؟ ها استیتمنت چارجز اینکم یک اکاونت جور میکنیم یا میگی ادر اینکم اکاونت؟ هیچ فرق نمیکنه. چیزی که به شما راحت است او مقسم جور کنیم. آمدم به اینجا که آمدی استیتمنت چارجز اکاونت ما داریم. ببینیم نام استیتمنت چارجز نداریم. بیاد کجا؟ در نیو. در اینجا که آمدیم بگو بیادر بنامی استیتمنت ادر اینکم نوشته کن یا استیتمنت چارجز اینکم معلوم شوه. استیتمنت چارجز اینکم که معلوم شوه اینکم ما از طریق چی ادر اینکم خواست از طریق چی بدست آورده. اوکی سیو این کلوز کلک کن.
بائر ازو اوکے اوکے کی کلک کریں اوکے انتخاب کریں دینجا دیگه شما دست نمیزن پیسه میسه اماؤنٹ چارجز آمد دیجا که آمد فقط چی میکنین ریکارڈ میگیم ریکارڈ کی کلک کردم باید 500 افغانی د هیستری اینمی مشتری ما که بنام محمد اسلام است ایجا اضافه شود صحیح است بله فقط ریکارد کلک کردی یک پیام بریم داد که بیدن این نفر فعلا بالانس چقدر است ایره کلوز کو کلوز که کلک کردی جبه چکم چی شده 500 افغانی سر ازو چارج شده حالی اگر تو بخوایی ایره پس ریسیف کنی اونم پروسی سابقه است بیاد اینجا در کستومر است اینجا که آمدی چی است ریسیف پیمنت پیمنت هم ریسیف کردم از کی از محمد اسلام اینجا کلک کو همی پیمنت است بالی در رفرنس نوشتم کو هر چکی نوشتم میکنی اس اس تی ام اس استیتمنت صحیح است چارجز اما که خلاصه وار چیز نوشتم میکنم بعد از ایره سیویز انتخاب که دیگه ما بفهمیم که ایده ما ریسیف کردیم پیمنت که ریسیف کردیم از چی هستن استیتمنت چارجز هستن یا مکمل نوشته کو فرق نمی کنه و این شکل شما استیتمنت جور میکنین و بر ازو چی میکنین چارجز اپلای میکنین اساس فاینل چارجز رو میخوانیم این به خاطر از استفاده میشه که تو به یک مشتری لیمیت تعیین میکنی که بهادر پول باید برای ما در 30 روز تو بتی اگر ازو دیگه هم پول ناوختر برای ما پرداخت کردی سر تو مثلا 500 افغانی ما چارجز اپلای میکنیم این هم چارجز هست او رقم میزنیم بعد از او میایم در لید سنتر به خاطر چی استفاده میشه پیمنت ریمایندر هم گپ میزنیم لید سنتر یک اپشن مهم است کسایی که خصوصا در بخش مارکتینگ کار میکنه بعضی اوقات اگر بیاتن باشن مثلا دفتر ما زیاد میاد زیادتر کمپانی خصوصی که هست از اینترنت که هست آی اس پی که هست یا همیشه میای اوجا ویزیت میکنه که ما یک قسم خدمات داریم یک رقم خدمات داریم باز این کوتیشن هم برای ما میده که اینی سرویس برات میدیم خب وقتی که بعض مشتری ها از پیش تو میای راجع به یک چیز معلومات میگیره مشتری نیست بعض مردم میای معلومات میگیره یا شما میرین او رو ویزیت میکنین نه مشتری نیست جنس نمیگیره فقط کوتیشن رو برش میدی دیگه چیزا رو او رو باید پیش خود یک ریکارد داشته باشه که ما اینی دی کمپانی رو رفتیم صحیح است ویزیت کردیم معلومات برش دادیم مشتری نیست او رو باز در کجا تو ثبت میکنی در کاستومر دلیل سنتر کل نمایش میرسونی باز در مجریان کب زدن برات معلوم میشه که بعض نفرا که هست تشویق میشه کمپانی که میفهمی که والا این نفر شاید از پیش ما سرویس ما رو بگیره باز او رو مشخص میکنی این مشتری می کسی که تو رفت ویزیت کردی زیاد علاقه مند بود کم علاقه مند بود صحیح است هیچ علاقه مند نبود باز در آینده اگر او مشتری شد باز میشه که تو از همیشه او رو کنورت کنی به مشتری از لید سنتر این به خاطر از استفاده میشه در لید سنتر آمدم فعلا هیچ چیز نیست پیش من ما مثلا رفتم در کجا رفتم در اینترکانتیننتال رفتم کوتیشن دادم قد از تیمیشم گپ زدم گفتم که در ما این اینی خدمات داریم خدمات داری این چیزها رو معلومات داری او رو پیش خود ثبت کده اینجا The New Lead بیا The New Lead که آمدی نام کسی که امرایش ملاقات کردی چی بود مثلا نوشته میکنم که روح الله نواب صحیح؟ مدیر مارکتینگ بود قدازی گب زد خب وقتی که قدازی گب زدی از امو گب زدن از امو علاقه مندی از امو معلوم میشه که زیاد علاقه مند بود متوسط علاقه مند بود یا کم ای هارت و وارم و دیگه نیست که اگر نفر والا که سار هارت بود او چیز نیستن ای فقط هم مشتری تا نشان میده که مولید نفنام مشتری نیستن او را نشان میده وضعیتش که بعد استیتس چه قسم زیاد علاقه من بود کم علاقه من بود میگم والا ای دفتر که هست این نفر زیاد علاقه من شده می سرویس که ما جریان قصه کردم برش که گفتم خب خب نام کمپانیش چیز کمپانی انفورمیشن زیر نوشته میگم که انتر کانتیننتال هتل بسیار خوب فون نمبرش میگم که 020-30-20-40 این نمبرش هست وبسایت دارم میگم بله وبسایتش www.intercontinentalkabul.com اینجا چی میکنیم؟ وبسایت آدرس نوشته میکنیم ایجا ایمیل آدرسش اینفو ایمیل آدرس نوشته کردم ایدیشنال ایمیل آدرس اگه باشه مثلا sales at
intercontinentalkabul.com. خب مین ادرس از چی هست؟ نوشته کو مثلا کابل صحیح است؟ لوکیشنش کابل نوشته میکنیم. دیسترکت نمبر 3 و دینجه کس ادرس همیشه کوشش کنیم کامل نوشته کنیم. ما در مشتری هم که ادرس مکمل نوشته نمی کردیم، وقتی که اینوایس نوشته میکنی بیخی بد معلوم میشه، نه نام ادرس از اوست، نام ادرس ماست. خب ادرس نوشته کردیم که مثلا ستریت نمبر 12، هاوس نمبر 20. به طور مثال اگر کدام جای دیگه هم ادرس داره، اد انادر لوکیشن ایرم اد کو. در کانتاکت دیتیلش میری پرایمری کانتاکتش چیست؟ میگم امیر الله نوابستا. صحیحستا؟ نوابستا. خب او بخیر جواب ریتیلش چیستا؟ سیلز این مارکتینگ، مارکتینگ منیجر ازیستا. خب مستر فرست نیم چیستا؟ روح الله سوری میری لیشن ندار لاست نمیش نوام. فون نمبرش میگم که از شخصی از خود ازی که هستا این فون نمبرش هست. بطور مثال بس دیگه معلوماتش ارد نمیکن، اگه دیگه کانتاکت هم نوشته میکنه مشکل نیستا. باز میشه که برو مشخص کنیم کدام ازی پرایمری است، کدامش سیکندری است. خود ازی که نباشه باکیر که باید بگیم فاطمان معاون داره، کس دیگه داره، او را دیجه اد میکنیم اد سال که او هم سب شد این دیگه هم آمد. بعد از چی کار میکنیم؟ اوکی کلیک میکنیم. اوکی که کلیک کردیم یک دانه لید امرای ما در لید سنتر چی شد اضافه شد. هیچ تو دو نوٹس و چیز دیگه در اینجا نداریم. در اینجا ما ترانزیکشن چیزی را کده نمیتونم بدون ازی که تو مثلا نوٹس و دیگه چیز نوشته کنی راجعه بسی. مثلا یک دفعه با این ملاقات کردیم دیگه ملاقات هم میکنی صحیح دفعه دیگه ملاقات کرده با کدام تاریخ یا قدش وقت فکس کردیم که باید با این تاریخ برای ازی زنگ بزنیم ایمیل کنم. این چیزها را ازی شما عرض میکنم در اینجا. بسیار یک بخش مهم از لید سنتر و بخاطر ازی که ما شما زیاد ازی آگاهی ندارم او را هیچ کس کار نمیکنم. لید سنتر بسیار مهم است. یک دونه لید دیگه هم ارد میکنم به ایجا. باز شما ببینید که چه خصم او را ما کنورت میکنیم. آمدم گفتم یک دونه دیگه بود بنامی یک لید است بنامی چی؟ بنامی پاور لینک. پاور لینک خواهد نکردیم اینجا در مشتری ما پاور لینک ال تی دی صحیح شد. ای هم اوقدر زیاد علاقه من نبود تو کم علاقه من شد. خب نام کمپانی چیست؟ خود اینجا باید نام نفر نوشته شود. نوشته کدم که احتشام صحیح شد. وار من انتخاب کنم نام کمپانیش این میسته. فون نمبرش که است بیادر اینی فون نمبرش است. به طور مثال ویب سایت چیزا دار ندار کلی معلومات شاید میکن اوکی کلک کن. اوکی کلک کن دو دونه لید هم رای محمد. بعدا دیدی که روح الله نواب این میوه از کانتینتال کسی زنگ زد که بیادر امو یک روز شما آمده بودین که این قسم سرویس داریم، اگر شما بیاین ما از این سرویس شما استفاده رفتیم گپ زدیم بر قیمت هر رقم که بود گپ زدیم تفاهم کردیم. حالی این نفر که از مشتری ما شد باید تا کجا بیه؟ در کستومرز در اینجا در بخشی کستومرز در اینجا نامش بیه. بخاطر از اینکه حالی ما ترانزیکشن کار داریم که ترانزیکشن ریکارد کنیم. خب حالی توی را سر جور میکنیم در اوجه بسار جنجال اسی معلوماتش درش کو این رقم کو رقم کو بیا سر امی مشتری ترایت کلک کو ده اینجا سل کو نیو هم هست، ایدت هم هست، دیلیت هم هست، جدو نوت هم هست. یک کماند آخر است بنامی کنورت کستومر ای را کلک وقت که ای را کلک کردی مسج میتا بری ما Are you sure you want to convert this lead to a customer؟ باز یک دفعه که توی ای را کستومر با کستومر کنورت کردی پس اندو هم نمیشه. بگیم بله بله ای را ممی خواهم یس انتخاب که یس که انتخاب کردی. روح الله نواب مستقیم آمد در کجا؟ در کستومر سنتره د کسٹمر لیست اومد اینجا ببین. مگم فعلا هیچ ترانزیکشن وجود نداره. آل میشه به حیث یک مشتری نرمال ما برای از ما از امیج سل کو د اینجا ایره که میبینین شما از اینجا ترانزیکشن ها ریکارد کرده میتونین از اینجا میشه از اینجا میشه ایچی دست. خب اونو ترانزیکشن هایی که زیاد عمده است زیاد مردم با او سرکار در ایره دیجا آورده برای ما استیمیت جور کنی سل آردر جور کنی انوایس جور کنی سل ریسپت استیتمنت چارجز یار اینجا آورده برای پوشی به خبر بندی به این شکل شما میتونین لیده کنورد کنین بچی با کستومر در اینجا آلی و نمون نفر نامش هست پیش ما نیست. اگر بازم تو میخواستی بفهمی که بیادر من کدام نفرها را از لید که هست با کستومر کنورد کردیم در اکتیف که آمدی در اینجا بگو کنورد لیدز برای من نشان بطی یک نفر است بنامی روح الله نواب. اگر میخواستی که نه آل لید نشان بطی باز کلشم بگو نه تنها اکتیف لیده کسایی که فیلم در لید پیش ما هستن او را برای من نشان بطی احتشام هستن.
صحیح شد به شکل شما میتونین چی کنین لید جور کنین و بعد از اون چی کنین در کویک بوکس که شما به کاستمر کانورت کنین. کی بود درس امروز شما؟